سخنگوی وزارت صحت عامه میپذیرد که کمبود ابزارهای آزمایش ویروس کرونا، کمبود مواد انتقال دهی نمونه‌ها و کندکاری کارمندان از عوامل متوقف شدن روند نمونه‌گیری از افراد مشکوک به ویروس کرونا بودند. وحید مایار میگوید که امروز سازمان صحی جهان 5000 ابزار آزمایش ویروس کرونا و 3000 مواد انتقال دهنده نمونه‌های این ویروس را در اختیار وزارت قرار داده است و روند نمونه‌گیری سر گرفته شده است. یکی از چالش‌های بزرگ ما همین موضوع اکستراکشن کتاب بود که انشالله با این معضل آنان که پرداخته شد، اما یک راه حل برش که انشالله در یکی دو هفته پیدا میکنه. رئیس آزمایشگاه های کشور میگوید که 6 ابزار آزمایش این ویروس در کابل و 6 ابزار آزمایش این ویروس در ولایت ها در اختیار این آزمایشگاه است. در کابل ما تانستیم که در حدود 300 معاینه را اجرا کنیم و یعنی سرشکار بود و اعلان شد. دیگه ضرورت فعلی ده اگر ما بگوییم در شرایط عالی امیال امی مرفوع میکنه، در صورتی که اکستراکشن کتاب برای ما باشه، وسایل برای ما باشه، استاف ما خوب خوش باشه. در این آزمایشگاه که 4 دستگاه آزمایش ویروس کرونا وجود داره، هم اکنون در حدود 30 متخصص مشغول نمونه هایی هستند که گرفته شده از مردم و بجز از افراد مشخص با لباس های مشخص ایمنی اجازه رفت آمد به اینجا را ندارن. مسئول این شفاخانه به ما گفت که هم اکنون از نمونه هایی که پیش از این گرفته شده بود و انبار شده بود در حدود 3.5 صد نمونه باقی مانده، احتمال داره که امروز کار تشخیص او هم به پایان برسه. شفاخانه افغان ژاپن تنها جایی برای نمونه‌گیری از افرادی که مشکوک به ویروس کرونا بودند نمونه می گرفت. با آنکه وزارت صحت عامه میگوید که در 22 ناحیه پایتخت در مکتب‌ها و شفاخانه‌ها از افراد مشکوک به ویروس کرونا نمونه‌گیری می شود، اما مردم میگویند که هیچ کدام از این مراکز تاکنون به کار آغاز نکردند.